شماتون بخیر تماشابینان عزیز امروز تصمیم گرفتیم که با همین ترانه یاد بکنیم از هنرمند زنده یاد از ستون صنعت تاجیک از استاد دوست داشتنی هنرمندان حرفه‌ای کشورمون ظفر نازیم
و امروز در مهمانی ما قرار دارد سابق همکاری این استاد زنده‌یاد و هنرمندی معروف کشورمون، هنرمندی انسامبل چمن فیلارمونی دولتی تاجیکستان کریم نظر، خوش آمدید به برنامه مون و با همراهی شما، با همراهی هنرمندان برنامه تهیه کرده بودیم از فعالیت استاد زنده‌یاد ظفر نازیم و شما قصه هایتان را در او برنامه گفته بودید و گفته بودید که چگونه با هم شناس شدید و گفته بودید که چگونه با هم کار کردید و ما خیلی خوب در خاطر داریم که شما گفتید که با هم در سفرهای هنری بودید. اما فعالیت ظفر نازیم را نمی شود با یک برنامه اکتفا کرده، می توانید؟ بله. از همین جاست که ما شما را دعوت کردیم و اون برنامه که ما تهیه کردیم از جانب بسیاری از تماشابینان خیلی خوب پذیرایی شد و زنگ های تلفنی نیز ما خیلی زیاد قبول کردیم و احسن و آفرین گفتم برای شما و دعوت کردیم با اون خاطر که این خواهش خودی تماشابینان بود. بعضی از تماشابینان بازم خواهش کردن که یک مرتبه از خاطره ها، از خاطرات شما بابت ظفر نازیم تهیه کنیم. تشکر زیاد. وقتی که در برنامه گذشته خاطره ها که ما از اجادیات استاد ظفر نازیم و حسین نصرالدین اینجا هنرنمایی نموده بودیم و از مخلصان بسیار تکلیف شد که این برنامه را ما ادامه دهیم. بله. و از این خاطر ما امروز باز از اجادیات این دو شخص بزرگ برنامه تهیه کردیم. و بیا درباره بازم همون خاطره ها حرف بزنیم، اطراف همکاری هایتان و برنامه گذشته کدام خاطره ناگفته ماند برای مردم؟ از خاطره ها با استاد ظفر نازیم خیلی زیادن. وقتی که ما در سفر هنری در دولت عراق بودیم، اونجا ما در فستیوال جهانی اشتراک کردیم و پیش از صحنه برآمدنم مرا هیجان زیر کرد و در این لحظه استاد ظفر نازیم مرا دید و نصیحت کردن، گفتن آرام باش بچم، در صحنه باید که آرامانه با تمکین باید برآمد کنی. و این بود که در این برنامه که فستیوال جهانی گفتم تاجیکستان عزیز، یعنی که هنرمندان تاجیکستان خیلی خوب هنرنمایی نمودن و هر یک هنرمند قبل از اونی که به صحنه میبرد یک ترس دارد، این یک احساس طبیعی است که قریب که همه هنرمندان دارند و شما همین ترس رو در وجود استاد احساس میکردید در اون سفرها که برآمد میکردند؟ چون یک مرد خیلی با جرأت بودن، اینقدر سیاست داشتن، اینقدر قوی اراده بودن، ترس رو در وجود آنها شما مشاهده میکردید؟ خود استاد میگفتن که هر یک هنرمند پیش از صحنه برآمدن البته یک ترس، یک هیجان زیر میکند، لیکن وقتی که استاد به صحنه برآمدن علاقه مرد هنری صحنه بودن. بله. از این لحاظ در کدام برنامه، در کدام کنسرتی که ما چی در حدود جمهوری تاجیکستان مون یا که بیرون از آن، استاد بسیار یک در سطح بلند برآمد میکردم. بیاید در دوامی برنامه یک ترانه دیگر، یک ترانه خیلی کلیدی دارن، یک ترانه خیلی زیبای دارن که تا کنون همون ترانه با برجاست، تا کنون همون ترانه دوست داشتنی است. هر جا که کنم خانه، چقدر ترانه زیبا ها؟ هر جا که کنم خانه، هم خانه تو رو یابم. بله. هرگز نروم جای آنجا تو رو یابم. شما این ترانه رو وقتی که شنیدید چند سال داشتید؟ کی بود؟ اون زمان همراه استاد کار میکردید یا نه؟ بله، این سال 1986 بود. من وقتی که بار اول در صحنه کسبی قدم های اولین خود را گذاشتم 26 ساله بودم و با همین ترانه استاد من گویا که همونجا به هنری خود را سر کردم و همه روز این سرود رو ما مشق میکردیم. بیاید این ترانه رو بخونیم. Thank you.
خانم خانم هم خانه تو را یابم هرگز نروم جای گنجان تو را یابم هرگز نروم جای گنجان تو را یابم گر خواب کنم شب ها تماشابینان عزیز ترانه بود از آفریده های هنرمند زنده یاد ستونی صنعت تاجیک ظفر نازیم در برنامه خاطره ها و واقعا هم من گمان میکنم که دیگر این از قدرت صدا قدرت مهارت قدرت یک ترانه زیباگی همین ترانه رو ببینید چقدر زیباست چقدر گوشنواز است و من گمان میکنم نفری نیست که این ترانه
برایش پیسنه افتاده میتونی؟ البته این غزل، این آهنگ با همدیگر بسیار یک جور آمدن و میگوید که همین شعر، همین غزل رو یا که همین آهنگ رو برای همین غزل آفریده شده باشد. بله. از این لحاظ هم بسیار در یک سطح بلند استاد این آهنگ رو ایجاد کردن و من باوری کامل دارم که با تمام شنوندگانی که در من جمهوری و بیرون از جمهوری این آهنگ بسیار پسند آمده است. و خوش به حال شما که همان زمان خیلی جوان بودید و زنده زبان خود استاد همین ترانه را شنیدید. بله. و من گمان میکنم اگر من همون سالها میبودم با چه قیمتی که نمیبود هر روز استاد را خواهش میکردم که این ترانه را بخوانند. نابسته از همون سیاستشان. سلامت باشه. و اینقدر ترانه های زیبا دارند، اینقدر موسیقی های جالب و اینقدر متن خوب که گویا برای همه سرایده شده. بله بله. برای همه نوع زندگی ها، برای همه قلب ها، برای نوبسته از ذوق ها استاد. مخصوصا ببینید ذوق شما اون دورانی که زندگی کردید از جوانان امروز فرق میکند. خواسته های جوانان امروز دیگر است، از اون دوره ها از 10 ساله پیش 20 ساله پیش تماما فرق میکند. اما این ترانه است که اندیشه همه را یک جا سرجام میکند. همین ترانه؟ بله بله. این یک آهنگ است که شلاگر میگویند. شلاگر است. بله. شلاگر است، یعنی که همه وقت تکرار میشود. سالها میگذرد، عصرها میگذرد، بله این آهنگ، این سرود در دل و دیده های تمام مردم باقی میماند. خوش به حال همان هنرمندی که برایش میسر میگردد که همینگونه ترانه های جاویدانه را بماند. بله. زیرا همین ترانه ها است. ببینید که استاد حالا در قید حیات نیستند، اما ما اون کس را یاد میکنیم. این گونه هنرمند، این گونه مهارت ها خیلی کم می شود. البته یک خاطره دیگر به یادم آمد. ما در انسامبل گنجینه گروه نوازنده ها و حافظان بودن. ما همه روزه این سرود را می خوندیم و استاد ظفر ناظم با همراهی ما می نشستن. 13 نفر حافظ بود. من از آن طرف حافظا بودم، استاد از این طرف حافظا می نشستن. و همین سرود رو وقتی که اجرا میکردیم چنان همین آواز مرغولدار آواز داشتن که همون 13 حافظ پخش میکرد، پخش کرده. من همه خیلی میخواستم که صدای خودم بشنوم، ولی فقط صدای استاد ظفر ناظم به گوش من میرسید. هنرمند ناتکرار بودن. بله. و یکی از هنرمندان دیگری که شما با اون توجه دارید، با آفریده هایشان خیلی دوستشون میدارید و فعالیتتون تا جای با اون هنرمند ربط دارد، این حسین نصرالدین است. این رو در یک برنامه قبلی در خاطره ها گفته بودید. بله. وابستگیتون رو نگفتید که به ترانه های حسین نصرالدین از کجا پیدا شد؟ بسیار بسیار خرسند هستم که با این دو شخص بزرگ، یعنی که شاگردی کردم، همکاری کردم و از ایجاد این دو شخص بزرگ من آموختم. با استاد حسین نصرالدین از آوانی خوردی هم، از آوانی بچگی، بچگی هم من اخلاص داشتم و یک محبت داشتم نسبت صنعت این هنرمند و پیوسته من حرکت میکردم که مثل همین استادان شوم. و همیشه از اجرایات این استادان من همیشه اجرایش میکردم در تمام معرکه ها، در تمام کنسرت ها گوییم. من حتما از همین اجرایات استادان یک سرود یا دو سرود اجرا میکردم. یک ترانه خیلی زیبا دارن، همین دم را غنیمت دارن. بله. بیدم این ترانه را بخونیم. Thank you.
دردم را غنیمت دان. دیگه حیران و دل رسان، همین دم را غنیمت دان. دیگه حیران و دل رسان، همین دم را غنیمت دان. تماشابینان عزیز، شما برنامه خاطره ها را دیده ایستادید و امروز در مهمانی ما قرار دارد هنرمند انسامبل چمن کریم نظرف و تا کنون اطراف همکاری هایشان با
استاد زنده یاد ظفر نازیم گفتند و یک ترانه دیگر خواندن از آفریده های حسین نصرالدینوف و از اون گفتند که واقعا هم با این دو هنرمند چگونه همکاری را شروع کردند و در زیر شاگردی استاد حسین نصرالدین بودند از دوره های بچگی و واقعا هم همون لحظه ها که خیلی خرد بودید، جوان بودید و احساس میکردید که همون لحظه ها لحظه های غنیمت هستند، لحظه های هستند که این هنرمندانی هستند که یک زمان میشود که آنها دیگر نیستند، شما دوام دهنده هنرشان هستید، همین چیزها را احساس میکردید؟ البته هر یک هنرمند از آغاز هنر او همیشه آرزو میکند که بین مردم شهرت داشته باشد. بله، من از خوردی خیلی که گفتید از بچگیم این استادان همیشه من پیروی میکردم. من خود را اولین درجه من اصلا شاگردی استاد ظفر نازیم هستم، برای چه که صحنه کسبی رو من از این شخص بزرگ آموختم. بعدا وقتی که من مدیر شعبه فرهنگ ناحیه شهرنو شدم و در آنجا با استاد حسین نصرالدین از نزدیک همکاری میکردیم و بعد در تمام کنسرت ها در تمام محفل ها من با همراهی استاد بودم. نگفتن نماند که من جا خود ستایه نشود همین آهنگ های استاد حسین نصرالدین رو بسیار تکمیل می دادم. از اون جمله من حاضر چه خیلی که آهنگی که حاضر شما اینجا شنیدید، این آهنگ رو هم ما با همراهی من این هنرمندان تکمیل دادیم و امروز من پیشکش تماشا بینون کرده سودیم. اون من با استاد حسین نصرالدین ما همکاری خیلی زیاد داشتیم و همکاری کردیم. از آغاز 60 سالگی استاد ما سر کردیم، 60 سالگی استاد را قید کردیم. بعد از آن من علاقه مدیر شعبه فرهنگی بودم، 70 سالگی استاد را در تئاتر لاهوتی و 80 سالگی استاد من در فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان ما اونجا قید کرده بودیم. من بسیار بسیار بازم میگویم که من خود را بسیار یک خوشبخت حساب میکنم که با این استادان من همکاری کردم و از این استادان آموختم. و استاد اینجا گفتید که هر یک هنرمند، هر یک نفری که میخواهد که هنرش را پیشنهاد کند، هدفش یک است. بله. این است که اون شهرت داشته باشد. بله. در میان. بله. مردم. بله. این است که مردم قبول بکند. بله. اما مردم یک داور خیلی سختگیر است. بله. یک داور خیلی زیرک است، داوری هست که هر کس را قبول نمی کند، هر مواد را قبول نمی کند. و پشت اون شهرت زحمت می ایستد، پشت اون شهرت مهارت می ایستد، زحمت های شبانه روزی می ایستد. و پشت اون شهرت که برای یک هنرمند می دهد همی گونه یک گروه می ایستد، یک گروهی که برای اون هنرمند کار می کند، یک گروهی که با اون هنرمند فکرهایش را هم فکر می کند و یک چیزی می سازند. و واقعا هم شما که حالا فعالیت دارید یک گروهی خیلی خوب است که اینجا احساس می شود که اینقدر صمیمانه موسیقی می نوازند، اینقدر ترانه های این هنرمندان رو هر یک نازکی هایشان رو می دونند و با مهر و محبت می نوازند و خوش به حالتون با این گروه. و ما برای شما تشکر می گوییم برای این گروه نوازندگان که واقعا هم ما برابر تماشابینان راحت کردیم از اون ترانه هایی که شما اجرا کردید، خوندید و از اون موسیقی های واقعا هم که یاد از ظفر نازیم رو پیش چشم ما آورد. این از همون صمیمیت بازم تکرار شود میتوان گفت، از اون صمیمیتی که به این هنرمندان دارید. و تشکر. و در انتهای برنامه نیز میخواهیم که با یک ترانه، با پیشنهاد یک ترانه دیگر یاد از همون گذشته ها بکنیم و همین لحظه رو غنیمت بدانیم که همین لحظه ها دیگر در زندگی ما نمیشه. هر یک لحظه عمر که غنیمت است. و با همین، با یک ترانه زیبای از آفریده های حسین نصرالدینوف میخواهیم برنامه رو جمع بس کنیم و شما رو بار دیگر خوش آمدید میگویم. تشکر برای شما. سلامت باشید. برامد. Ela
خری غب غب عشق نبی توخ مینین دنبول بری غب غب عشق نبی توخ مینین دنبول بری میره بی از صحبتی من همچون هرگی سرگران میره بی از صحبتی من همچون هرگی سرگران وی دادن می نشینی تازه رو نزدی رقیمان گل برین می نشینی تازه رو نزدی رقیمان گل برین فریاد هر شب تا سحر بلبل بری بودم پیش از این کلخات بی چند گل بری میکنم فریاد هر شب تا سحر بلبل برین.